یکی از آخوندها میگه رفته بودم به هندوستان، داشتم فیل تماشا میکردم، اما هندی ها فیل رو تماشا نمیکردن. چی رو تماشا میکردن؟ من رو دنبال فیله میرفتم تماشا میکردم فیله رو. قیافه ای داره فیل، خیلی مهمه دیگه، اما هیکلش مهمتره خیلی. خورتومی ها بساطی ها. بله خیلی قیمتی هم هست فیل. آره میگفت یه وقت متوجه شدیم حدود جمعیتی از عقب اومدن به تماشای من، آخون نیده بودن با این امام و این قیافه هندوستان. ما به تماشای فیل داشتیم میردیم و عقب هم یه جمعیت بودن ما رو تماشا بکنن. ما هم تماشا داریم آخه، ما الان بعد این مملکت ها بریم این فیل میان تماشا. آقای برهان فرمودن من تماشای فیل میکردم، جمعیت هندوستان هم تماشای آخون میکردم. آخوند هم تماشایی داره، الان دنیا صدا کرده، آخوند پدر دنیا رو در آورد. امامه امام چه کرد؟ هر چی هست این سری امامه پدر دنیا. بعد این امامه نمیدونی چی کار کرده دنیا رو. و ما اجازه بدید که گوش بکنیم به فرمایشات یک آخوند دیگری که ایشان مقایسه میکنن اتومبیل رو با شتر، اتومبیل بهتره یا شتر یا اسب یا غیره. از نظر این آخوندها هنوز در عالم شتر هستن. ای کاش به جای اینکه اتومبیل های ضد گلوله رو سوار می شدن و گاهی اوقات از ترس مردم با آمبولانس می رفتن سر کار، شتر سوار می شدن که مردم ببیننشون اون بالا و شاید اگر بخوان نمیدونم یک کاری انجام بدن، نفرینی بکنن، یک کاری انجام بدن ببیننشون. به هر حال از نظر این آخوند شتر از اتومبیل خیلی بهتره. اصولا آخوندها به شتر علاقه مندن و یکیشون در صحبتاش میگفتش که وقتی که حتی رو شتر هم نشستین و خواستین که احتمالا با خانمتون عشق بازی کنین، مرد که میگه میخوام رو شتر هم باید انجام بده. حالا چرا شتر من نمیدونم، میتونه خب بگه تو اتومبیل یا غیره، بگذاریم. و اما بیاید با هم گوش بکنیم ببینیم که چطور اتومبیل خوب نیست و شتر خوبه. نگاه ما ماشین ها یکی میدونید هر روز یه ماشین، از یه ماشین سال یه مرتب دو اروپا به خصوص هر سال یه ماشینی که میده بیرون از سال قبل مدرن‌تره. اما واقعا هیچ کدوم تا حالا اسب شدن شتر شدن؟ این ماشین باید بنزینش کرد، این شتر خودش میره تو صحرا خودش میچره خودش خدا واسه در میاره. ماشین فقط به ما سواری میده، شتر هم سواری میده هم گوش میده هم شیر میده هم کرک میده منافع. ولذا گفته که لترکبوها وزینتن، این وزینت رو گذاشته پلو شتر سواری اسب سواری، گفته سوارش میشید اما یه زینت هم هست.